بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه قرارگاه رو ما داشتیم، موضوعاتی که در قرارگاه بحث شد چند مطلب بود. اولا لازم به دوز سوم بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، ما مبنای محاسبه‌مون در سامانه مدیریت هوشمند دوز سوم واکسن هست، یعنی از این به بعد کسانی که فرصت اونها فراهم رسیده برای اینکه دوز سوم رو بزنن، از این به بعد مبنا رو دوز سوم در نظر گرفته خواهد شد. البته کسانی که هنوز فرصت دوز دومشون به پایان نرسیده، بر اساس همون دوز دوم محاسبه خواهند شد. اما کسانی که به اندازه کافی فرصت گذشته و وارد مرحله دوز سوم شدن، این مبنا قرار خواهد گرفت و از این به بعد این دنبال خواهد شد. موضوع بعد ارزیابی شروع کلاس‌های درس در دانشگاه‌ها و مدارس بود. خب الحمدلله استقبال خیلی خوبی شده. البته خب هستن اندکی از عزیزانی که در مدارس شرکت نکردند، باید خودشونو برسونن، چون عدم شرکت اونها میتونه آثار سویی هم به لحاظ تحصیلی و هم به لحاظ مسئولیت‌های قانونی که بعد وزارت آموزش پرورش نسبت به اونها داره ممکن دچار مشکل بشن. باز تاکید شد راجع به مقررات و شیوه ها که ماسک رو حتما رعایت کنن، ماسک رو حتما بزنن، تهویه رو که در بعضی از ارزیابی ها گفته میشه تهویه تا 82% اثر مثبت داره حتما مد نظر باشه، به خصوص حالا که در فصلی هستیم که مشکل ندارن که پنجره ها باز باشه، مشکل تهویه نداشته باشن. رعایت فاصله را هم در اون حدودی که لازم هست انشاءالله داشته باشن که ما از این جهت هم مشکلی نداشته باشیم. و از در دنیا در مجموع ارزیابی هایی که بود در خیلی از جاها در غالب جاها کاهشی است، حالا غیر از یکی چند کشور که در حال افزایش هست که خب مطرح شد که انشاءالله در ورود و خروج به اونها یه مقداری کنترل ها بیشتر صورت بگیره و در مرزهای ورودی و خروجی نسبت به اونها حساسیت بیشتری به خرج داده بشه که انشاءالله از این بابت هم مشکلی پیدا نشه. من دو تا سوال داشتم، یکی در مورد طغیان‌های آتی کرونا و اینکه برنامه ستاد به چی هستش و آیا سطح ایمنی که ایجاد شده برای مدیریت موضوع کافی هست یا نه. سوال دوم هم در مورد این بحث سامانه‌های پراکنده هستش که چرا به سامانه ایران من متصل نشدن. بله، در مورد طغیان‌ها که خب مرتب تحت کنترل وزارت بهداشت هست و تیم‌های اضطراری و اورژانسی رو در نظر گرفتن در مناطقی که طغیان مشاهده بکنن بلافاصله حضور پیدا بکنن و هم از نزدیک ارزیابی بکنن و هم مداخله مؤثر بکنن برای کنترل طغیان‌هایی که ممکنه در جاهای مختلفی پیدا بشه. در مورد اتصال به سامانه مدیریت هوشمند، خب در همین جلسه ما مجدداً تأکید کردیم بعضی از دستگاه ها یه مقداری سامانه های مرکزیشون کامل نیست برای اینکه بتونن کل کار رو سرویس بدن، خدمات لازم رو برای کل کار ارائه بدن. بحث شد که هم میتونیم از سامانه هایی که دستگاه های دیگری درست کردن در اون دستگاهی که فاقد یه سامانه مرکزی هستن استفاده کنیم و یا اینکه اون واحد ها رو مستقلا وصل کنن به سامانه مدیریت هوشمند. یک ضرب العجلی هم پیش بینی شده که تا آخر این ماه انشاءالله اونهایی که سامانهای اصلی هستن انشاءالله وصل بشن و این کار به شکل کاملتر انشاءالله دنبال بشه. در مورد افغانستان و وضعیتی که الان ایجاد شده، برای ببینید یک جریاناتی در به دنبال این هستن که بین ایران و افغانستان و ملت‌های ما و ملت عزیز ما و ملت افغانستان اختلاف درست کنن. خب اینها برنامه‌ریزی دشمن هست. دو ملت از سابقه دیرینه دارن، با هم روابط خیلی خوبی دارن. ما اینجا میزبان مهاجرین افغانی هستیم. روابط تجاری خوبی داریم با افغانستان. خب یه دی تلاش کردن حالا در
هرات و در کابل کارهایی کردن که حتما مورد تایید نیست و اینها معلوم هست که هدایت شده هستند، سعی میکنن یک سطح تشنجی رو ایجاد بکنن و ما باید مراقبت بکنیم و مسئولینی که در افغانستان هستن مراقبت بکنن، تذکر بدن و کنترل کنن و جلوگیری کنن. تذکر هم بر اساس گزارشاتی که به ما داده شد دادند و تلاش کردن مانع بشن و باید این کار ادامه پیدا بکنه. مردم عزیز ما هم کاملا باید توجه داشته باشند که این تلاش های دشمن برای ایجاد حساسیت های غیر واقعی رو قبول نکنند و که همین جور هم هست و ما انشاءالله بتونیم هم روابط فرهنگی، روابط اقتصادی و سایر روابط خوبی رو که بین دو کشور و دو ملت هست به خوبی انشاءالله داشته باشیم. وضعیت شهرام چطور؟ مرز شهرام چطور؟ کامیون‌های صادراتی شده؟ ببینید در مرز شهرام چطور؟ اون قسمت دومش که مشکل بود که فرمانده انتظامی باش برخورد کرد و مشکل رو حل کرد. در مرز شهرام چطور؟ خب چون مقداری از واردات بعضی از اجناس ایرانی اونجا جلوگیری شده بود، خود مردم بصره اومده بودن مقداری در مرز و درخواست کرده بودن که مرز باز بشه با توجه به که به بخش از این صادراتی که از ایران میشد احتیاج داشتن و این اتفاق افتاد و الان صادراتی از اون مرز داره صورت میگیره و از این جهت به حالت عادی برگشت. آقای وزیر ببخشید، دو تا موضوع هست که شاید این رو موضوع اجرا بشه باعث مسئله اعتراضات مردم بشه و از نظر امنیتی که شاید بهشون مشکل بکنه. یکی مجوز کشت برنج در خوزستانه که مجوز خیلی وسیعی داده شده، یکم بحث عرض 4200ه که این دو موضوع مثلا در بحث ارز 4200 رئیس جمهور گفتن که سعی می‌کنن شوک اقتصادی اتفاق نیفته، ولی اگر بیفته و اعتراض شکل بگیره وزارت کشور چه فکری کرده واسه این موضوع؟ ببینید در بحث برنج بنابر این بود، خب با توجه به وضعیت کم آبی ما و مشکلات نزولات آسمانی و کمبود نزولات آسمانی، عزیزان ما در وزارت جهاد و نیرو تصمیم گرفتند و که در جاهایی که مشکل آب نداریم برنج کاشته بشه و در سایر جاهایی که قبلا سابقه زیادی هم برای برنج کاری نبوده و الان مشکل آب هست اونجا برنج کاشته نشه و به همین دلیل هم مشخص کردن استانهایی رو که میتونن برنج کاری کنن اعلام کردن و اونهایی رو هم که به دلیل مشکلات آبی نمیتونن کاشته برنج داشته باشه این هم اعلام شد. در مورد بحث نرخ ارز ترجیح هم اینها خب کاملا در کمیته اقتصادی دولت و توسط مسئولین اقتصادی دولت دنبال میشه. طبیعتا همونجور که جواهر رئیس جمهور فرمودن اساس دولت این است که شوکی وارد نشه، اینو مسئولین اقتصادی بر همین اساس تصمیم گیرهاشون تنظیم خواهند کرد و به موقع اطلاع رسانی میکنند. اگر هر تصمیمی و هر قراری خاص اتفاق بیفته به موقع اعلام میکنند. خیلی ممنون. با توجه اینکه حالا شبای عریق در پیش داری و حالا برخی هم پیش بینی کردن در خصوص حالا پیک هفتم شروع بشه تو کشور، تعمیلاتی که آیا در جلسه در خصوص این موضوع صحبت و تصمیماتی گرفته شده؟ بله، ما در مورد تجمعات مربوط به ماه مبارک رمضان غیر از همون رعایت شیوه نامه هایی که قبلا هم ذکر شده محدودیت خاصی نداریم. شیوه نامه هم همونطور که اشاره کردم تهویه، زدن ماسک، حفظ فاصله های کافی اجتماعی است. طبیعتا تو این اجتماعات توصیه این است که عزیزانی که واکسن زدن و سطح ایمنی خوبی هست شرکت کنن و اگر نزدن حتما خودشون به اون نقطه برسونن و واکسن ها هم بزنن که اجتماعات با ایمنی کامل انشاءالله برگزار بشه. لذا ما نسبت به اجتماعات ممنوعیتی از این حیث نداریم. خیلی ممنون، متشکرم، موفق باشید.